فمنشئ الخلق ومقدمه والشكر على آلائه ونعمائه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، حبيبه ونبيه وصفيه ورسوله، العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والأرضين، لا سيما بقية الله في العالمين عليه أفضل صلوات المسلمين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصب مراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تجلی الفرج حضرت بقیة الله الاعظم روحی و ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا ان شاء الله، همچنین هدیه و ارواح جمیع انبیا، انبیاء عظام، خاتم الانبیا، امه هدام، حضرت ام عبیها علیهم السلام صلوات جلیلی عنایت بفرمایید. شب جمعه است، قبل از ورود به بحث یاد میکنیم از همه گذشتگان، شهدا، امام الشهدا، گذشتگان از این مسجد، گذشتگان از نمازگزاران این مسجد، با ذکر فاتحه‌ای در میت صلوات بر محمد و آل محمد. بیان شد همه انبیا و ائمه خدا برای اصلاح سه خطری که زیستن انسان را تهدید می‌کنند مبعوث شدند، قیام نمودند و حرکت و تلاش کردند. اولیش طاغوت سیاسی، دومین طاغوت فرهنگی و سوم طاغوت اقتصادی. گفتیم قیام امام حسین علیه السلام فقط و فقط برای مبارزه با یزید بود. حرف اول و آخر امام حسین هم همین بود: لا اقر اقرار الدلیل ولا اعطی یدی اعطاء الاسیر. فرمود به یزید بگید من هرگز حاضر نیستم مثل یک برده او را به عنوان حاکم بپذیرم، و به یزید بگید همش سخن از یزیده. به کوفی و شامی و مکی و مدنی امام حسین کار نداره. طاغوت سیاسی، به حاکم منحرف امام حسین کار داره. به یزید بگویید من حاضر نیستم مثل یک اسیر خار تو بشم، خودم رو حقیر کنم در برابر تو. الموت اولا من رکوب العاری. این شعر امام حسین دیوانه کرده عرفای حقیقی رو.
الموت اولا من رکوب العاری، مرگ برای حسین از گناه کردن بهتره. امام حسین میگوید من بمیرم برام شیرین تر از اینه که یک لحظه گناه کنم. گناه. امام صادق علیه السلام میفرماد اونی که گناه میکنه فالموت اولا له من الحیات. امام صادق میفرماید هر وقت گناه داری میکنی بدون، من امام صادق میگم خدایا این بمیره بهتر از اینه که نفس بکشه در حالی که داره خشم تو رو بالا میاره. امام صادق میفرماید. البته خدا انقدر مهربان تحمل میکنه 70 سال دیوانگی منو تعمل میکنه و خوش به حال اون کسی که از مهربانی خدا بلده چجوری استفاده کنه و وای به حال کسی که به تعبیر پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نمیتونه از این همه لطف و محبت خدا استفاده کنه. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول النار. امام حسین با یزید کار داره. حالا یزید کیست؟ طاغوت سیاسی چیه؟ یزید چه کرده؟ چرا باید ابتدا پیامبر و امام بره سراغ کی؟ طاغوت سیاسی. خوب به این روایت حضرت امیر توجه کنید، خیلی از گره ها رو باز میکنه. امیرون علیه السلام فرمود ولد المر اشبه بالامیر، فرمود بچه آدم بیشتر از آن که شبیه خود آدم بشه به فرمان روای شهر او شبیه. خیلی این جمله عجیبه. دیدی بعضی موقع بعضی ها میان میگن آقا من خودم مسجدیم، اهل دینم، مادرم، زنم هم همینجور، اما این پسره نمیم چرا این زرمده. بعد به پسرش میگه بابا تو چرا اینجوری؟ میگه تو حواست نیست، فکرت قدیمیه، بیا تو جامعه نگاه کن همه اینجوری هم. امیرونی علیه السلام فرمود مراقب باش کیو داری رأس حکومتت میذاری، چون بچه تو اخلاقشو از او میگیره نه از تو. این حرف امیرونی علیه السلامه. یه عمر تو یه جوری زندگی کردی، اما یه حاکمی بیاد جامعه رو عوض کنه نسل تو عوض میشه، کاری هم نمیتونی بکنی. میتونی؟ میتونی به بچه 3 سالت بگی این برنامه تلویزیون رو نبین؟ همه جامعه دارن میبینن. نه غیر اینه. یه وقت من به جمع صدا سیمایی ها بودم، من اومدم یه منبر برم و برم، نمیخوام برشون گفت. چرا؟ گفتم همه شما قرآن رو خوندید، این آیه هم خوندید کرامن برره، درسته؟ همه شما دعای ندبه هم خوندید، به امام زمان چی میگیم؟ یا ولیل برره. این روایت ممکنه نشنیده باشید، اسم حکومت امام زمان چیه؟ امام زمان بیاد دیگه نمیگن ایران و انگلیس و نمیدونم مالدیو و اینا، میگن کشور برره. شما چند سال سریال ساختید به نام برره، تو مخ بچه های ما کردید هر کی اهل برره است احمق ترین آدمه. بچه من که بزرگ میشه یهو نگاش به دعای ندبه میفته یا ولی یل برره، میخنده میگه ای ولی برره امام زمانه.
فهمید چی شد؟ بعد بیا بگو آقا عجیبه، هیچکی نگفته بود، تو این حرفا رو میزنی. یه ذره دقت میخواد. علی ابن ابی طالب میفرماد حواست باشه اگر حکومت و دست کسی بدی که مثل یزیده، این بچه تو عوض میکنه، ولو تو 40 سال سر صفای حقیقتی به نام دین اسلام باشی. چرا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید بیشتر از آنی که دقت میکنی بچت باسواد بشه، دقت کن یک معلم ربانی بالا سر بچت بشه. عمر ابن عبدالعزیز امام باقر علیه السلام فرمود ممدوح فی الارض ملعون فی السما. این باباش خطیب نماز جمعه مدینه بود، یعنی میرفت رو منبر پیغمبر وای میستاد برای مردم حرف میزد جمعه ها. بابای عمر ابن عبدالعزیز باباش یه روز دست سینه گرفت برد در خونه یه عالم میگو به بچه‌م درس بده. بنی امیه تو مغز مردم کرده بود که لا صلات الا بلعن ابی تراب، اگر در نمازتون در قرآنتون علی رو لعن نکنید نمازتون باطله، عبادتتون قبول نیست. این استاد به عمر ابن عبدالعزیز گفتش که پسر قرآن بلدی؟ گفت بعضی از سوره ها رو بلدم. گفت یه سوره رو برام بخونینم. قبل از این که بگه بسم الله شروع کرد امیرالمومنین علیه السلام رو لعن کردن. عالم ربانی، معلم درست حسابی، یه نگاهی بهش کرد گفت صبر کن، اگه فردای قیامت خدا بهت بگه یه بدی از علی بگو، کدوم اکی از بدی های علی رو میگی؟ هی فکر کرد. گفت چی شد؟ گفت بذار برم بابام بپرسم. باباش امام جمعه مدینه است. اومد خونه گفت بابا یه بدی از بدی های علی به من بگو. باباش گفت بس چی؟ گفت معلمم ازم خواسته. گفت باره چی؟ گفت نمیدونم، به من گفت قرآن بخون، من قبل از اینکه بسم الله بگم طبق عادت گفتم لعن کردم علی رو. گفت صبر کن ببینم یه بدی از بدی های علی بگو. یه نگاهی بهش کرد گفت پسرم علی هیچ بدی نداره، از بس خوبه ما داریم لعنش میکنیم. چون اگه مردم خوبی های حاکمی مثل علی رو بفهمن دیگه تن به حکومت امثال ما نمیدن. علی بدی نداره. این تو مغز عمر ابن عبدالعزیز مون. وقتی بزرگ شد شد خلیفه، دستور داد هیچ کی حق ندارد دیگه علی رو لعن کن. اینی که میفرماد حواست جمع کن، عالم ربانی معلم بچت بشه. حاکم اثر میذاره تو جامعه، لباس پوشیدن بچه تو حاکم، طرز اصلاح موی سر بچه‌ت، بچه تو به تو نگاه نمیکنه بابای من چی جوری 40 سال موش کوتاه میکرد، میگه جامعه الان چی مده. به لباس تو پسرت نگاه نمیکنه، به لباس تو دخترت نگاه نمیکنه، میگه جامعه مد چیه. خیر اینه؟ لذا امام حسین میفرماد منم مثل همه انبیا میخوام برم سراغ یزید، به کوفی من کاری ندارم. مگه یزید چیکار کرده؟ یکی از کاراش اینه. یزید اومد گفت آقا هر کی به هر جا میرسه دست خودش نیست، خدا اون کارو براش میکنه. تو تل ملک لمن یشا،
اگر من شدم رئیس مسلمونا خدا خواسته، اگر حسینم کشته شده خدا خواسته، خدا خواسته من عزیز شم. این حرفو به امام سجادم زد، منتها اینو کی زد؟ وقتی که سر امام حسین جلوش بود. اما امام حسین اینو کی فهمید؟ همین که اعلام کردن یزید نشسته جای معاویه، میخواد جا پیغمبر بشینه حرف بزنه، امام حسین خطر یزید رو فهمید، فرمود آی مردم من به خاطر شراب خوردن یزید قیام نمی کنم، به خاطر سگ بازی یزید من قیام نمی کنم، یزید میخواد فکرها رو منحرف کنه، من به خاطر اینکه یزید میخواد فکرها رو منحرف کنه دارم قیام میکنم. یزید میخواد جبرگرایی رو بیاره، یزید میخواد به مردم بگه اگه بدی خدا خواسته بد باشی، قصه نخور، خدا خواسته شمر امام حسین رو بکشه، ناراحت نباش. یزید میخواد این فکر رو جا بندازه، این تفکر رو میخواد بیاره تو جامعه، من قیام میکنم، میستم جلوش. امام حسین به خاطر فکر کشته شد. لذا شما ببینید امام حسین 72 تا یار داره، اما بیش از 170 خطبه داره. یعنی چی؟ حتی تو گودال قتلگاه امام حسین داره حرف میزنه. امام حسین یه خطکش دست من و تو داد. چیه اون خطکش؟ فرمود این ندعی ابن ندعی قد رکزنی و این اسنین. مردم نگاه کنید بالا سرتون کیه؟ این ندعی ابن ندعی زنازاده، پسر زنازاده. ببینید من کیم؟ مادر من فاطمه است، پدرم علی، جدم پیغمبر، مادر بزرگم فاطمه خدیجه، که پیغمبر فرمود خدیجه تو اناء الامامه، اگر خدیجه نبود اسلام جون نمی گرفت. حالا شناختید منو؟ تا نفس میگیشم نمیذارم یک حرومزاده بیاد رأس حکومت قرار بگیره، چون اگر او رأس حکومت قرار بگیره چه میکنه؟ میاد فکرها رو عوض میکنه، فکرها رو تعطیل میکنه. من کشته میشم تا تو فکر کنی، من کشته میشم تا تو مطالعه کنی، من کشته میشم تا تو دقت کنی، من کشته میشم تا تو تحقیق کنی. پیام امام حسین اینه. لذا می نویسه آی مردم مدینه، به من میگید نرو، من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرام الله ناکسن لعهد الله. اگر دیدی یه نفر داره فکرها رو عوض میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، مردم رو میبره توی وادی که مردم یادشون بره بنده خدا. خدا رحمت کند همه این شهدا، امام شهدا شهید چمران گفت وقتی که بورس بهم دادن برم امریکا درس بخونم، تو فرودگاه مادر پیرم به من گفت خم شو کارت دارم. آخرین جمله کنار گوش من گفتش که مصطفی، این پیر زن سوادی هم چنانی نداشت، گفت آقا مصطفی یادت باشه هر جای این دنیا بری، به هر جا برسی اول و آخرش بنده خدایی، اینو یادت نه. مردم یادشون رفته بنده خدا، اما هیچ چیزی باعث نشد که امام حسین یادش بره بنده خداست.
هیچی، هیچ چیزی امام حسین از یاد خدا غافل نکرد. امام حسین برای اینا قیام کرد. اگه دیدید یه کسی میخواد یه کاری کنه مردم یادشون بره، امام صادق میفرماید، میفرماید در شهر وسال و شیعه شخور راملیه، من از خودم نمیگم چه بیماری دارم که بخوام از خودم یه حرفایی بسازم که درد سر بشه برای خودم. آخه آدم اگه بخواد دروغ بگه، دروغایی باید بگه که دورش جمع بشن دیگه. شما دیدی کسی دروغ بگه که مردم بریزن سرش؟ میشه هم چیزی؟ با عقل جو در میاد؟ مگر اینکه طرف دیوانه باشه. امام صادق علیه السلام فرمود هر وقتی که خانه شهرها مرتفع شد، خدا رحمتش رو از مردم اون شهر برمیداره. دیگه امروز مشخصه دیگه، مرحوم شیخور نقل کرد. چرا؟ من اینکه من دارم راه میرم یه ساختمون بلند میبینم چند طبقه است، چقدر شیکه، 20 سال حواسم پرت میکنه این ساختمونه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. میفرماد ما با کاخ نشینی مخالف نیستیم، خطر این که مزه کنه بهت این مهمه. کاخ مزه کنه با آدم. حبیب ابن مظاهر نامه رسید بهش، داشت نهار رو میخورد، این نامه رو گذاشت سر زانوش، غلامش نامه رو گرفت ورد این گذاشت سر زانوش، با دو انگوش نامه رو باز کرد. این پیرمرد 90 ساله داره میخونه بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی. این نامه امام حسین دیوانه کننده سا داریم امشب میگیم. من حسین ابن علی قریبم به کربلا، کسی که دیگه قریب شده تو کربلا، الی حبیبهی به کوفه، به رفیقش در کوفه. یا حبیب انت فاضلا تختم القرآن فی لیله واحده. امام حسین میفرماد حبیب تو اون آدم فاضلی هستی. فاضل یعنی چی؟ یعنی کسی که هر لحظه عمرشو نگاه کنی جز خوبی توش چیزی نیست. بلدی اینجوری زندگی کنی؟ میگه 40 سال عمر خدا گرفتم یه نقطه تاریک توش نیست. یا 40 سالی چینه، حسادت، پشت مردم حرف زدن، آبرو مردم رو بردن، تهمت زدن، فحش دادن، حسرت خوردن، غرغر کردن، بهونه گرفتن. چقدر مگه ما هستیم که همش داریم به تعبیر حضرت امیر عمرمون رو سطل زباله دیگران میکنیم؟ چقدر مگه تو این دنیا هستیم؟ چرا مگه ما وقت دادن که ما بخوایم کینه دیگری رو به دل بگیریم، پشت سر فلانی حرف بزنیم، درباره فلانی حرف بزنیم؟ چرا مگه عمر دادن به ما؟ چرا حواسمون پرت شده؟ فرموت و فاضل یعنی 90 سال عمرت همش خیره، هر شب هم قرآن رو ختم میکنی بعد میخوابی. اگه میخوای بیای ما کربلا گرفتار شدیم، بیا. حبیب نامه رو بست و دست کرد تو سفره. زنش بهش گفت چی بود این نامه؟ گفت چی؟ حالا گفت حالا نداره، چی بود این نامه؟ گفت یه چیزی به من مربوطه. گفت از هم پنهون کاری نداشتی؟ بلند شد. گفت چرا بلند شدی؟ گفت یا میگی این نامه چیه؟ یا من نهار نمیخورم. گفت هیچی بابا، امام حسین تو کربلا گیرش انداختن، به من نوشته بیا، من تنها موندم. زن حبیب یه نگاهی کرد، رفت تو اتاق. حبیب دید که برگشت، یه چادر سرش کرده. گفت حبیب اگر بد نبود این لباسم اخونت نمی‌بردم، اما بزن پا مهریم، بقیه مهریم هم بخشیدم. کجا میری؟ گفت آرم میاد زیری سقف با یه مردی باشم که امام زمانش تنها گرفتار مونده، این داره دست میبره لقمه بعدی رو بخوره.
امام زمان ما تو قربت غیبت مونده، ما دنبال هرس زدن و تهمه زدن به همیم، اسممون هم گذاشتیم شیعه. بعد میگیم پس کی میاد امام زمان؟ کجا میاد؟ تو کفشت اگه خاکی بشه چند تا فوش بچت میدی؟ اما روحت بی امام زمان مونده ناراحت نیستی؟ زن حبیب گفت آرم میاد با مردی زیر یه سقفشم که امام زمانش تنها مونده، این دنبال لقمه بعدیه، بخورم حالا ببینم بعدش چی میشه. حبیب به هم ریخت، گفت من که میخواستم برم ولی خدا خیرت بده، حواس ما رو جمع کردی. پسرش از در آمد تو، گفت کجا؟ گفت دارم میرم کربلا. گفت منم میام. بسم الله. غلامش نگاهی کرد، گفت آقا این نامرد کی بهت داد؟ گفت تو. گفت بس چرا ما یادت رفته میذاری ما بیایم؟ گفت تو را آزادت کردم، برو در راه خدا. به احترام نامه امام حسین آزاد کردم. گفت پس به احترام همون اسم بذار منم بیام دورش بگردم. شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، اونایی کربلا رفتن میدونن، ایشالا نباشه تو مجلس کسی که آرزوی شش گوشه تو دلش بوشه. کجا رسید حبیب؟ میری تو حرم بعد سلامش بدی، بر میگردی بعد سلامش بدی. حالا اومده کربلا، آقا چه خبره؟ فرمود یزید میخواد 23 سال زحمت جدم پیغمبر رو از بین ببره، من نمیذارم حبیب. یزید میخواد هر چه پیغمبر بافت رشته کنه، من حسین نمیذارم. اورید لطلب اصلاح فی امت جدی، مردم امروز من برای خودم نیومدم، چون یزید حاکم طاغوتیه میخواد حرف پیغمبر رو عوض کنه. یعنی امام حسین کشته چی شد؟ موندن نام پیغمبر. ان لم یستقم دین جدی الا بقتلی، همه بلدید فیا سیوفو خزینی. اصلا من مهم نیستم، اگر قرار یک حرف از حروف کلمات پیغمبر قطع بشه، من حسین با این گوشتم، با این استخونم، با همین علی اصغر شش ماهم نمیذارم. اگر حسین نفسش قطع شد بعد هر چه شد شد، اما تا حسین زنده است اجازه نمیده حرف پیغمبر پای مال بشه. این حسینه. یزید میخواد دین رو وارونه کنه، امام حسین میخواد این دین رو نگه داره. شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، یا ابا عبدالله اسم مارم تو تومار زائرات امشب بنویس، آخه شبای جمعه بی بی میره کربلا. انشاءالله سلام ما هم کنار سلام ابی خانوم فاطمه زهرا می نویسن. نمیدونم امشب به چه نیتی شب جمعه اومدی زانو زدی سر سفره امام حسین. بنا به نقل بعضی از آقایان اهل تاریخ، فردا روزی است که رقیه هم پرواز کرد و رفت. امشب بریم در خانه 3 ساله ابی عبدالله. اونهایی که سوریه رفتن میدونن من چی میگم. زیارت نامه رقیه تیکش اینه: و به سیات لواموها، سلام به دختری که هر وقت خواستن آرامش کنن تازیانه نشونش دادن. تازیانه نشونش دادن، چه کردن با این بچه من نمیدونم. اینا چه حیوانی بودن من نمیدونم. اگر غذا نمیخوردن میزدنشون، اگر غذا میخواستن میزدنشون، میشستن میزدن، میرفتن میزدن.
یه وقت خانم زینب کبرا نشست تو زمین، این نیزه‌دارا شروع کردن با کی به نیزه زدن. امام سجاد گفت عمه جان میدونی اینا حیا ندارن، میکشنت، پاشو برو. یه نگاهی کرد گفت یادگار حسین میخوام برم، اما دیگه رمقی نمونده. امام سجاد فرمود اگه تند راه میرفتیم بچه ها زمین میخوردن، اگه کند راه میرفتیم ما رو میزدن. عجب قومی بودن اینا. یه بچه 3 ساله امشب بگو یا ابا عبدالله سفارش ما رو به 3 سالت میکنی، این دلا خیلی درد توشه، گره زیاده. بعضیا از شب اول هی من گفتن آقا یه گره قدیمی داریم، یه درد کهنه داریم. امشب بی جان بیا با اون دستای کوچک تازیانه خوردت یه معجزه نشونه این جمع بده. قانون فطرت انسان اینه که هر وقت میخواد یه کار بزرگی انجام بده دست یک آدم با آبرو رو میگیره، میگه من فلانی نمیشناسم، احترام تو رو ولی داره ها. ما اگه میخوایم رقیه رو بریم در خانه خدا، خودم رو میگم چون من که آبرو ندارم، اما رقیه خیلی آبرو داره پیش خدا، به خاطر خدا خیلی سیلی خورد، به خاطر دین خدا خیلی کتکش زدن. شاعر میگه نمیدونم ناگهان وحشت سراپایم گرفت، یک نفر از پشت موهایم گرفت، خیلی زدنشون و ناشرات شعور چه کردن با موهای این بچه ها من نمیدونم، که امام زمان میگه آقا فدای مظلومیت بشم. فراموش نمیکنم اون ساعتی که زن و بچه به صورتاشون لطمه میزدن، موهاشون رو پریشون کرده بودن. گفت اجازه میدید بریم یه سری به شام عاشورا بزنیم بعد بریم خرابه؟ میخوام یه کاری کنم که امشب یتیم نوازی کنی، این دله اگل بلرزه همه کار میکنه. گفتم دامنی که بچه آتش گرفته، دلم سوخ، رفتم طرفش که کمکش کنم. این ترسید فکر که من میخوام بزنمش، شروع کرد دویدن. خب بچه‌ای که 3 روز آب نخورده، غذا نخورده، جون دویدن نداره. میگه چند قدم رفت افتاد رو زمین، نفسش در نمیومد، همینجور نفس 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 زنان. گفت آی مرد دینت چیه؟ گفتم من مسلمونم. گفت پس قرآن خوندی؟ و اما الیتیم فلا تقهر، خدا میگه با یتیم درشتی نکنید. او سری که میبینی بالای نیه بابای منه، من دیگه یتیم شدم. اینا از همون لحظه که سر بالای نیرف شروع کردن. حالا برید دختر 3 ساله از کربلا تا شام هر روز و هر شب کتک خورده، دیگه جونی براش میمونه؟ حالا کنج خرابه دل شب یه وقت دیدن طبقی براش آوردن. صلی الله علیک یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا رحمت الله الواسع. السلام على الحسين، امشب سلام مخصوص ها. السلام على الحسين وعلى علي ابن و علا اولاد الحسن و علا در دشت چلالی رو گیر با عشق چو جالگی رو گن دا
دانی که چرا نشست مهرت به دلم؟ آخه زهرای 3 ساله‌ای رو گفت مرا که دانه اشک از دانه لازم نیست، به ناله آرت گرفتم ترانه لازم نیست. امانمون نایی که امشب اومدن امضا بگیرن از رقیه بسم الله، مردم به سنگ قبر من بی گناه بنویسید، به سنگ قبر من بی گناه بنویسید، اسیر سلسلم تازیانه لازم نیز. امال 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 سر و بغل گرفت هی میبوسم، خدا کنه فرزند شهید تو مجلس نباشه، کسی که یتیم بزرگ کرده تو مجلس نباشه، من خجالت بکشم. سر بابا رو بغل گرفتم هی میبوسه، به سینش میجذبونه. لا اله الا الله. چی میگه به بابا من نمیدونم. ما یه وقت دیدن خم شد صورت به صورت بابا گذار. بابا 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 عدو به حال گرفت و زد و به او گفتم، عدو به حال گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا، بزن مرا که یتیمم بغانه لازم نیست. دلت تو مجلسه یا نه؟ میخوای امشب از دستای رقیه برات کربلا رو بگیری یا نه؟ بابا 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 یه وقت دیدن خم شد آرام نمیگیره، هر کاری میکنه خم شد لباش رو لبای بابا، دیگه رقیه آرام شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالحسين يا الله. ما را به حکومت امام زمان برسان، قلب نازنش از ما شاد بگردان. خدایا بار الله پروردگارا معبودا به احترام حضرت رقیه سلام الله علیها این دستهای پر از نیاز از درگاهی بی نیازت خالی بر مگردان. مرزامون جانبازان شیمیایان عزیز شفا عنایت بفرما، ثوابی از محفل و مجلسون بر گذشتگان امام شهدا عائد بگردان. بر تعیدات و توفیقات و حوزه های علمیشی، مراکز علمی مذهبی نظامیشی، خواسته مقام معظم رهبری آن به آن بیفزا و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسر و